چقدر بدم خدمتتون؟ قابل نه 2000 تومان. بفرمایید. قابل نداشت. کرایه‌تون. بفرمایید. بفرمایید. قابل نداشت. بفرمایید. کرایه‌تون. کرایه‌تون. کرایه‌تون ما. من الان بالا خدمتتون میدم. کیفتو چقدر حواس پرتی داری کیفتو دیگه. بفرما 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 دقا حرکت بفرما. توجه به یک عدد آشپز ما چی نوشته آجی؟ یک نفر باید بنویسه آشپز ماه. مگه سواد نداشته؟ آشپز ماه با دستمزد پایین و جای خواب اصلا این معنی نمیده. اگر ماهر باشه دیگه اصلا معنی نمیده. آشپز ماهی؟ ماه نوشته عدد نگاش بکن. باید بنویسه نفر پایین ماه پایین خیلی خوب. من میرم ثبت نام میکنم. برو برو من آشپزی بلدی تو. ها من بلدم. برو ببین چی بهت میگه آجی. یک عدد آشپز نگاه بله. شما اگه رفقاش هستی بگید درست کنه اینجا بله. اعلانیه درست کنه این میان مردو پیموندی چیزی هست اصلا همین اینجا جنگ اشتباه هست همه جاش اشتباه بعد پدرتون را دست بخواه دست کن کار بکنه. سلام آج آقا. علیکم السلام. دیدم اینجا و یه اعلانیه زنیم. شما آشپزی؟ نه. پس چی؟ ولی یه آشپزی براتون سراغ دارم کارش حرف نداره. من که پول مفت ندارم که به هر کسی بدم که اونجا هم نوشتم با دستمزد پایین کار نداره. برای ما رمزون عیالو میخواد امسال هر شب یه محله رو افطاری بده. چون که میفهمی باید دلی کار کنی. مال دنیا که ارزش نداره که. ولی شما غصه اونش نخور. این رفیق ما اصلا دستمزد نمیخواد. یه ایجا این خوابو سه وعده غذا بس چه؟ سیئیه. خب معلومه کسی که با این شرایط بخواد کار بکن معلومه که این کاره نیست بود. یه عجب این خاری گفتیم. شما چی گفتی؟ نه خیر گفتم حالا که اینجوریه پس دستمزد میگیره. دستمزد دیگه چی چیه؟ من که گفتم کار ثواب اصلا نمیخوام. میخوام نخوی به جهندم. خیلی خوب حالا کجا بی اینجا من یه آشپز که شما میگه استخدام میکنم. خب اما شرط داره. چه شرطی؟ شرطش اینه که من باید امتحانش بکنم دست پختش بچشم. حالا باید باش حرف بزن. حرف بزن برو هر چی میتونی باش حرف بزن. برو خدا ندارن تو ماشی کسی نیم ندارن. خب الان به در نهی نادر آقا نادر آقا اوی بسم الله ام خانم اومد. برو عزیزم برو از اینجا برو دیگه. نادر آقا برو عزیزم برو. کجا برو؟ نمیدونم عمرم نفسم یه جایی برو دیگه. خب حجی مجی یا ترکی اونه که قیبش کردم. اینو میتونم از شهر اینم خلاص بشم؟ حجی مجی یا ترکی از من دارم صدات میزنم؟ آها دیگه دارم ماکارونی درست میکنم. همه لازم نکرده برو لباست بپوش باید بریم. چرا؟ کجا همی باید بریم؟ باید بریم بیرون بگردیم بریم پارک. پارک؟ خب چه کاری همه دور هم دیگه هستیم تو خونه نشستیم دیگه همه. ببین نادر من توی خونه پوستیدم حوصلم سر رفته. الهی نادرت بمیره که حوصلت سر رفته همه. خب یه کار دیگه میکنیم ها. ما خونه تو برو پارک برو پشمک برو چرخ فلک از اینا برو.
چرا تو خجالت نمیکشی؟ من تنهایی برم. و این یه مثال غیرتت کجا رفته ها؟ عمه میخوام غذا درست کنم بابا گرسنه نه به قرآن. نه همونجا افطار پیزا میخوری. بابا پیزا کی میخوره عمه؟ من میرم لباسامو میپوشم. میریم پارک. الک و دلک چلک موسن. زفاز. زشت به قرآن. الک و دلک چلک موسن. چطور شده توپت گذاشتی کنار امیر شهر؟ دارم نقشه گنج بکشم. بکش بچه بکش، شاید تو هم گنجت پیدا کردی. چقدر خوب بود؟ آمه خوب خوب بود، بریم خونه دیگه بسه. نه آمه کجا بریم حالو؟ چرا باید بریم یه چرخی هم تو آسمان بزنیم. جون ما دیگه ملخمون نکن، ما از ارتفاع میترسم. بریم خونه ما به کارمون برسیم آمه. خیلی خوب، بیا بریم، غور نزن. بابا میگم بریم خونه، راه خونه از این بره آمه. خب بابا ما رو کشتی تو آمه. نادر جونم نادر کجایی؟ من نگفتی من تو پارکینگم. تو اوجم کاکا وجدانن؟ چرخ فرکش عمه خانم و محلقا خانم و ما عمه قرازم چرا بردی والا بیش بایی؟ علک و دولک و چلک موسه های های درست اومد تو بیچر بیاد. نادر بیا پایین، یه خبر خوبی برات دارم. بیا پایین. از که اومدم دلم برا زمین تنگ شده هست کن. دلم برا زمین تنگ شده. اومدی؟ آقا آقا نگه دار از نا از نگه دار نگه دار آقا آقا خیلی بچه ننم من ثابت کردم که دو دفت کنده بلند میشه. ایوان ایوان بالو هی بگم اوی قلبم اوی سرم اوی مردم اوی بگم عمه شما برای خودت یه زن عنکبوتی هستی. ایوان ایوان خاک بر سرتون. ببینید از کمونی برسون دستشوی حالون بده. دستشوی؟ عمه تا شما میری سرسار بازی میکنی ما دو دقیقی برمیگردیم. برو 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 سرساره جانم این خاک بر سرت آقا رو رو اقامه جدیدی، کار جدید، چه خبر شد؟ یه فکره کردم میگم آقا اکبیرم هر دنبال یه آشپزی میگرده ولی چون خصیصه میخواد یه آشپزی میخواد که پولی کمی بده. با فراغ داری یا نه کسی براش؟ نه آمو با پولی که این میده جوله گدا منزی قهر میکنه. خب خوبه یه همونی که ما میخه یه زنگ بهش بزن بگو یه نفر براش پیدا کردی رایگان. مرد حسابی من آشپز ها کچه پیدا کنم. خاله خودم نمیگم دیگه. من تو آشپزی بلدی؟ مهم نیست که ما بلد باشم یا نه، مهم اینه که ما راحت بریم توی خونه. اسخر تو والد، اسخر تو والد. خاک بر سرت کنم. سلام هم آخانم، خدا عوضت بده. وای کجا به این زودی؟ هنوز برای تشکر زوده. باید بهم کمک کنی. همون چه جور کمکت کنم؟ تو خودت نمیتونی به خودت کمک کنی. من شما نگفتی برم پیش کاکات کار بکنم. خب ما رفتیم وسط یه چالک برای که انداختمون بیرون. الکی پلکی. الکی پلکی. من هم متحول شدم. من اول شدم. تو را به خدا کمک کن کنی. خیلی خوب گوش بده. خب گوش میدم. ای من یه کار درست حسابی برات گیر بیارم. حالا هر کاری که شد. میتونی بری؟ ها فقط یه چیزی شما باید یه کار بکنی برای از قرش ایتون بیاد پایین. خیلی خوب او با من. حالا برو الان دخترو میرسه. خدا از آقای کمت نکنه. چیکار کنم؟ خب چیکار کنم؟ برو خونه دوستی رفیق چه میدونم. من چی دارم؟ من یه قوم خشتم که با تیپو انداختین اون بیرون. من نمیتونم همینجا بخوابم. خدا نکنه اونجا بخوابم. بیا برو دم آسونه بگیر. خب یه امشب برو به من مهلت بده. خدا کریمه. 5000 تومان حداقل یه 5000 تومان من بعدن. یه 5000 تومان من بده. ها همونجا دم آسونه 5 شامت میدن. وای. ها؟
آی راننده پیاده میشم. دایی دایی رسیدیم پاشا دیگه. شرمنده ببخش. کیفم کیفم کو کجا گذاشته بودیش؟ همین تو بغل دستم بود. بفرما خواهش میکنم. آقا مگه میشه همینجوری؟ خواهش میکنم خواهش میکنم آقا بفرما. من که محصول کیف شما نیستم. ای بابا تا که دیدی آقا پولم توش بود. یعنی پول داشتی؟ 70-80 تومانی میشه. خدا را شکر کن که بیشتر از اینا نبوده. بفرما آقا. یعنی چی چی خدا را شکر کن؟ بفرما آقا. زبر بمیزنی آقا. بدبختی گیر کردیم آقا. من چه گناهی به درگاهت کردم؟ سلام علیکم آقا. سلام علیکم. خسته نباشید. قربان شما سلامت باشید. ببخشین این خونه مش محمد بهروزی میدونین کجا؟ چون غریبه هست اینجا. تقریبا. مش محمد از کجا میشناسی؟ عمومه. مش محمد خیلی وقت تو ده آفتابی نمیشه. خونش هم اینه اونجا یه فانوس روشنه بالای تپه. آه بالو. خیلی ممنون. ببخشین قصد جسارت نداشتم. خیلی وقت به محمد ما کسی سری نزده. خدا خیرتون بده. خدا حافظ. آمو محمدی؟ آمو محمدی؟ آمو محمد؟ سلام. سلام بابا. من حسن هستم. پسر کلباس کاکاتو منو به جا نیاوردی؟ خوش آمدی آمو. وای الهی قربونت برم. خیلی وقت از شما بیخبر هستی. خوش آمدی آمو. بفرم. ببخشید که یه همه مدت نتونستیم به شما سر بزنیم. آمو به خدا همیشه به یاد شما بودی. شما که اصلا یاد ما نبودی. وای نه دوتان بچه داری. ها؟ فکر نمی کردم شما میدونین من زن دوتا بچه دارم. وای ویلکن بابو جون. حالا ببینم تو شهر چی کار میکار داری؟ چی تو اداره برق مشغولم. پس سرکارت با برقه. درسته من ندارم ولی خدا خیرشون بده. تنها چیزی که اینجا دادن تو دیوان برق خالیه. خدا خیرشون بده. آقایون هنوز که سه روز نشده. چی داره میگه فری؟ میدونیم نه تا هستی چی؟ من که کاری نکردم. انتظار داره کاریم کرده باشه. داشتیم از اینجا رد میشدیم گفتیم بیایم اینجا ببینیم چیز به ارزشی پیدا میشه واسه فرو. البته
شما هر چی سرس تو این مغازه میبینین تمامش به درد میخوره. منتها شما چی میخوای؟ گرونترین جنس داخل مغازه چیه؟ سوال سختی میکنی. بگذارین ببینم چیکار میتونم. این عتیقه است؟ شما که خودتون واردین این کاره، این نمیتونم هم به شما دروغ بگم. این دلبره از همون تنگایی که همه جا پیدا میشه. نگفتی گرونترین چیز مغازت کجاست؟ ایه این چیه؟ رادیو؟ این دقیقا همون چیزیه که شما میخواین. گرونترین جنس این مغازه. ای ناصری ها چنده؟ گرونه. برو بالاتر. منتها چون شما اینو مشتریم هستین میتونم تخفیفم بدم. حالا چرا اینقدر گرونه؟ خب برای که واقعا تیغن. تیغه تیغه خوبه. برای چی کار کردی؟ زدی خاک شیر کردی زبون بستره. خاک شیر برای مزاجت خوب. سست دیگه اگه فردا تا گرو چراغ لاله یا پولش به دست ما نرسه تمام اجناس مغازت دوچار چنین سرنوشتی میشه. حتی اون رادیوی گرومه. اما اگه پس فردا چیزی که ما میخواییم نشه اون وقت خودت دونید که خورد و خاک شیر میشه. درست مثل این گلدون عزیزتو. مثل دلبر عزیزش. بفرمو تو. درو بستن دیگه هما جون. بیم بیشین. اما اعتیاد شرط عقله. شما مطمئن این بچه دختر و ریحانه پشت در گوش بایی نمیفه؟ بای عزیز دلم او یه دقم سرش از تو کتاباش بر نمیداره. بفهم میگم بد نیست یه جلسوی هم با این معلقا سادات بیزاری. او باشه واسه ای بد. اول بیز و ما جلسه خودمون برگزار بکنیم. خب حالا بگو بفرمایید. میگم حالا این نقشمون تا الانش که خوب پیش رفته. درست میگم؟ نه والله. البته ای همچی اما اونجوری که فکر میکنی نیست. میونه پری با اکبر باید جور شکر آبه. بایی هما جون چه توقعی داری یا؟ می ما چند وقتی برای اینا نقش ریختیم؟ تا اکبر به خودش نیاد و مرد زندگی نشه ها اوضاع اینا هم یک هست. حالا ایشالله توکل به خدا هم حاجی درست میشه هم اکبر. بزک نمیر بهار میاد کمبیزه با خیار میاد چی شما آب نمیخوره؟ یا فقط دلم شور ای پریر میزنه زبون بسته ناگفته نماند پریم کم بیگناه نیستا. انسی خانم پای بچه من چرا وسط میکشی؟ قرار من حاجی بود و اکبر. خب ها برای همین دوتا هم گفتم بیای. آن بای حواسمون به دوربریاشونم باشه. دوربریا کدومن؟ یعنی چی؟ یعنی یه آدم تحت تاثیر عوامل زیادی شخصیتش شکل میگیره. ای عوامل مثل شبکه به همدیگه مرتبطن. یکی از این عاملا که خیلی هم مهمه محیط و اطرافیان. محیط و اطرافیان یه متغیر خیلی مهمی تو تحلیل و روانشناسی و انسانشناسی به حساب میاد. نگاه بکن حاجی تحت تأثیر محیط از او رو به ایرو شده. حالا ما باید محیط برای یه جور فراهم بکنیم که این دوباره برگرد سر اصل خودش. پناه بر خدا انسی خانم ای چیا رو از کجا آوردی؟ اینا تازه هایی که روانشناسی و جامعه شناسی عجیبه تا حال نشنفتی؟ مطمئنی پاکت نیست؟ الو الو آمو شما کجا این؟ الو کردیم؟ چی؟ اما من یک ساعت وایستم اینجا. حالا کجا این؟ خب وایسته تکون نخوری من اومدم
چشم آنو چشم کجا ما آوردی تو؟ تو باید رو نگاه کنم نامرد حمید سیا اینکه چی میخواد؟ حمید سیا چیه؟ حمید سیا رفیقونه. نه بابا یکی دیگه نیم بابا صدای حمید. سلام آقای استاد، خوش اومدید. دوباره تو، دوباره پیدات شد، دوباره پیدات شد که یه فکر رو ذهن من راه بری. نه از اینجا دور شو. صدای حمید. بابا رفیق بچه من یه صدا میگن، یکی نیست اینا رو بکن بیرون. آقا لطفا یکم رعایت کنید. بله 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 چشم آقا، یکم رعایت کنید. تا حالا به حقیقت فکر کردی؟ حقیقت؟ حقیقت من و تو این که صاحب اندیشه ایم همون زمانی که قلبمون این تقیه. ساکر آقا میگم نادر کاکو، من رفتم با پیرمرد صحبت کردم. خب خب اونم قرار شد به دستپخت رو امتحان کنه. تمام هستی میشی دستپختمو؟ خب برای چی؟ برای چی نداره مرد حساب. او به من گفت من باید بدونم رفیق آشپز خوبی هست نیست. منم دیدم حرفش منطقیه، درست میگه. حالا ما منطق داشته باشیم. جا اینی که گفتی بار دیگه بگو. ما آدم با منطق داشته باشیم. منطق؟ حالا آقای منطقی قرار ما چیکار کنی؟ اون وقتی که راه میری راه میری راه شما تشریف میبری اونجا یه آش مشتی براش میپزی. اصلا برادرم نذاشتم. حالا آمو تو انگار حالیت نیستا. آشپزیم کجا بود؟ ما تاله قضا درست نکردم. آقای محترم مرد حساب ماکارانی. ماکارانی ماکارانی که درست میکنه قوه هیچ که نیست. هیچی از این نمایش نفهمیدیم. یا هیچی بهش میگه ما ولش کن ولش کن. همون چیزی که تو میگی ماش بزید دوباره برمیخیزی. ولی از کار کوکم ای افطاری تا حالا کی دیدی ماکارانی درست کنه؟ آراش میگه حالا میفهمایی چه خاکی تو سرمون کنی. اگه یه پیر مردو شرط نمیکرد فردا رفتی تو خونش موقع خرابکاری میکنی. اون موقع سرتش به هم دیگه جور میکرم یه کار میکردم. بعد در زم این بنده های خدا تال قضای شکلی نخوردن که بابا هرچی بذاری جلوشون میخورن داد میکنن. خیرم باید بله آقا. بله بعدشن که چرا خودم را پیدا کردم فلین رو میبنده. چه چیو؟ چه جوری شدی؟ از که؟ مری اون آیشه مهدی کیام مهدی مهدی همی حالا اینجا بودم. اصخه چند روز دست از سرم بر نمیداره. همش میگه خلاف و بذاری کنار، خلاف و بذاری کنار. اما دل دیوونه بازی در نیار. صد دفعه گفتم به این دخترو فکر نکن، به خرجت نرفت که نرفت. آقاش هم دل دیوونه میشه میبنه دیوونه خونه. میگی نه نگاه کن فقط تو چون تو تنها سابه میشه بشریه بسیده. اصغر یه فکر بکر براش نمایش بازی میکنی. آقای بودت تو نمایش ها اومدت تو نمایش بل خانم نمایش چیشه؟ من تو دختری که نایده چجوری میخوای براش یاد در بیاری؟ خنگول برای میری نه برای ناصری یه نقشه براش دارم توپ. آقای محترم ایوالله فردا باش قرار بذار. کجا؟ کجا؟ خونه پیرزاده. لطفا یکم رعایت کنین دیگه. شما که فرهنگ تماشای تئاتر ندارید برای چی میاد اینجور جا؟ ما نمیدونیم صحنه اونجاست یا پیش شما. جوجه تو میخوای فرهنگ ندارید ما بدید؟ یعنی چی؟ آقا چرا نمیذاری مردم تئاتر نگاه کنن؟
شیرازو میگم